درود به شما شنوندگان عزیز شما شنونده رادیوی جهانی پارس هستید در این قسمت برنامه آشنایی با کتاب مقدس پخش خواهد شد خوشحال میشویم در طول پخش این برنامه با ما همراه شوید در این سری از برنامه ها با هم بخش از کتاب مقدس را مطالعه کرده و میهمان برنامه نیز سوالات خود را که شاید سوالات شما عزیزان نیز باشد مطرح می کند. در این برنامه ها کشیش سیامک امین منصور ضمن اینکه به سوالات پاسخ می دهد ما را در درک بهتر کلام خداوند که در کتاب مقدس به رشته تحریر در آمده است یاری می کند. همراه با شما عزیزان کتاب مقدس را ورق می زنیم و امید که خداوند ما و شما عزیزان را دانش و برکت عطا کند. شنوندگان عزیز در برنامه امروز همراه با شما به مطالعه کتاب یوشع میپردازیم در این کتاب میخوانیم که چگونه قوم اسرائیل توانستند به رهبری یوشع وارد سرزمین کنعان شده و آن را به تسخیر خیش درآورند این سرزمین کنعان که در کتاب مقدس از آن نام برده می شود، همان سرزمین اسرائیل کنونی است در این کتاب همچنین میخوانیم که چگونه قوم اسرائیل بنا به امر خداوند و همانطور که برادر عزیزم بهرام گفتند به رهبری یوشع از رودخانه اردن گذشته و وارد سرزمین موعود میشوند. سپس یوشع بنا به امر خداوند از اسرائیلیان خواست تا هر قبیله یک نفر را از میان خود انتخاب کنند و این افراد به نمایندگی از طرف قبایل خود سنگی را از رودخانه خشک شده اردن برداشته و به یادبود عبور اسرائیلیان از رود اردن و ورود آنها به سرزمین کنعان در جایی که خداوند امر کرد بگذارند بعد از آن خداوند به یوشع امر کرد تا تمام مردان اسرائیل ختنه شوند مردان قوم اسرائیل که همراه موسا مصر را ترک کرده بودند همه ختنه شده بودند اما مردان نسل بعدی آنها همه در دوران آوارگی اسرائیل در بیابان به دنیا آمده و ختنه نشده بودند. نسل گذشته به خاطر نافرمانی آنها از دستورات خداوند سالها در بیابان آواره بودند تا همگی آنها مردند. تنها این مردان نسل جدید بودند که اجازه یافتند تا به رهبری یوشع وارد سرزمین کنعان شده و در آن ساکن شوند. این بود که مردان نسل جدید برای تجدید پیمان با خداوند می بایست خط نمی شدند. بعد از آن هم قوم اسرائیل اید فسح را در آن منطقه برگزار کرد. در این کتاب همچنین می خانیم که از جانب خداوند به یوشع دستور داده می شود تا شهر عریها را در نام یهوه تسخیر کنند. نسل قبلی اسرائیلیان که توانسته بودند از بردگی در مصر نجات یافته و همراه موسا مصر را ترک کنند به خاطر نافرمانی از دستورات خداوند اجازه نداشتند تا وارد کنعان شوند. آنها سالها در بیابانها آواره بودند تا همه ی نسل قبلی مردند و فقط نسل جدید اسرائیلیان باقی ماندند. این نسل جدید که زندگی در مصر را تجربه نکرده بودند اجازه یافتند تا به امر خداوند وارد سرزمین موعود شده و در آن ساکن شوند. خداوند به اسرائیلیان امر کرد تا در ستیز با قبایل ساکن در کنعان همه چیز را در آن مناطق نابود کنند و نشانی از بیعتاعتی و گناه و اعمال شیطانی باقی نگذارند. این می بایست که درس عبرتی برای همه نسل ها می شد. کسی که خود و زندگیش را به دستهای خداوند می سپارند، مانند آن کسی است که با یاری خداوند شهرهای پرشده از گناه و اعمال شیطانی را یکی پس از دیگری تسخیر کرده و در بالای برجهای آن شهرها پرچم خداوند را به احتزاز در می آورد. زندگی در سرزمینی که شیر و اصل در آن جاری است، هدیه است که خداوند به آنانی می بخشد که از دستورات او اطاعت کرده و خداوند را با تمام وجود دوست دارند و زندگی خود را وقف خدمت به او کردند. آیه 8 از این فصل آیه ای است که میخواهم به خاطر اهمیتش بیشتر به آن توجه کنیم. در این آیه خداوند به یوشع میگوید کتاب تورات را همیشه در نظر داشته باش. آن را بخوان و درباره آن روز و شب تفکر کن تا بتوانی تمامی دستوراتی را که در آن نوشته شده پیروی و اطاعت نمایی. آنگاه موفق و کامیاب خواهی شد. موفقیت در نظر افراد مختلف به طور متفاوت ارزیابی و اندازی ریری می شود. بعضی ها معتقدند که داشتن پول زیاد نشانه موفقیت است. اما موفقیت بر اساس میزان های خداوند یعنی اینکه ما تا چه حد بر اساس میار خداوند زندگی می کنیم. در آنچه که از کتاب مقدس خوانده شد، صحبت از قبایلی بود که در سمت شرقی رود اردن ساکن می شوند. چرا آنها در سرزمین کنعان ساکن نشدند؟ طایفه رعوبین، جاد و نیمی از طایفه منسی از موسا خواسته بودند تا به آنها اجازه داده شود تا به شرق رود اردن نرفته و وارد سرزمین موعود نشوند و در این سوی اردن باقی بمانند. چون زمین های منطقه شرق رود اردن حاصل خیز بودند، آنها تصمیم گرفتند تا در آنجا ساکن شوند. البته آنها با موسی عهد کرده بودند که به همراه دیگر قبایل اسرائیل وارد سرزمین موعود شده و در تسخیر و آبادی سرزمین کنعان همکاری کنند و سپس به شرق رود اردن بازگشته و در آنجا خانه های خود را بنا کنند. به این ترتیب می بینیم که آنها با این انتخاب خود از فرمان خداوند سرپیچی نکرده بودند. این اقامت آنها در خارج از سرزمین موعود با اجازه خداوند بوده است. حال در فصل دو می که یوشع نیز همانند موسا جاسوسانی را میفرستد تا وارد سرزمین کنعان شده و از شرایط آن سرزمین خبر بیاورند تا قوم اسرائیل بتوانند بهترین مسیر را برای ورود به سرزمین کنعان انتخاب کنند. اولین بار که موسا جاسوسانی را فرستاده بود، آنچه که جاسوسان خبر آوردند باعث ایجاد وحشت در اسرائیلیان شده بود. در کتاب مقدس خواندیم که اسرائیلیان از ورود به سرزمین کنعان خودداری کرده بودند اما این بار یوشع جاسوسان را مخفیانه فرستاد تا از اوضاع کنعان خبر بیاورند یوشع نمیخواست که آنچه جاسوسان تعریف کنند باعث وحشت اسرائیلیان شود حال در فست دو داستان راهاب زن ای که به اسرائیلیان کمک کرد و به این خاطر برکت خداوند شامل حال او و خانواده شد را میشنویم. پس یوشع پسر نون دو نفر جاسوس را محرمانه از اردوی عقاقیا به کنعان فرستاد و گفت بروید و وضعیت و شرایط آنجا مخصوصا شهر اریها را بررسی کنید. آن دو نفر رفتند و در آنجا در خانه زن فاهشی به نام راهاب شب را به سر بردند. پیش از آن که جاسوسان بخوابند، راهاب به پشت بام رفت و به آنها گفت من میدانم که خداوند این سرزمین را به شما داده است. همه مردم این سرزمین از شما می ترسند و هر وقت نام اسرائیل را می شنوند به وحشت می افتند. ما شنیده ایم که وقتی از سرزمین مصر خارج می شدید چطور خداوند دریای سرخ را برای شما خوش کرد و چگونه سیهون و اوج پادشاه اموریان در شرق رود اردن را از بین بردید. همین که خبر آن به گوشمان رسید همگی از ترس شما به وحشت افتادیم و دل و جرأت خود را از دست دادیم. زیرا خداوند خدای شما خدای آسمان و زمین است. پس اکنون به نام خداوند قسم بخورید تا همان طور که من با شما با مهربانی رفتار کردم شما هم با فامیل من به خوبی رفتار کنید و نشانه به من دهید که پدر، مادر، برادر، خواهران من و خانواده ایشان را از بین نبرید بلکه از مرگ نجات بدهید. آنها به راهاب گفتند اگر به آنچه میگوییم عمل نکنیم خدا ما را بکشد اگر تو از نقشه ما چیزی به کسی نگویی قول میدهیم وقتی خداوند این سرزمین را به ما داد با شما با لطف و مهربانی رفتار کنیم سپس راهاب آنها را با ریسمانی از پنجره به پایین فرستاد چون خانه او در کنار دیوار شهر قرار داشت راهاب به آنها گفت به طرف کوه بروید و مدت سه روز خود را در آنجا پنهان کنید تا کسانی که در تعقیب شما هستند بازگردند آنگاه پی کار خود بروید آنها به راهاب گفتند ما به وعده که به تو داده ایم عمل خواهیم کرد وقتی ما وارد سرزمین شما شدیم این ریسمان قرمز را به پنجری که ما را از آن به پایین فرستادی ببند آنگاه تو باید پدر مادر برادر، خواهر و تمام خانواده پدرت را در خانه جمع کنی. هر کسی که از خانه تو خارج شده به کوچه برود خونش به گردن خودش می باشد و گناه ما نخواهد بود. اما اگر به کسی که در خانه تو باشد صدمه برسد ما مسئول خواهیم بود. اگر تو از نقشه ما به کسی اطلاع بدهی آنگاه ما مجبور نخواهیم بود به وعده خود که به تو داده ایم عمل کنیم. راهاب قبول کرد و آنها را روانه نمود. سوالی که در ذهن من پیش آمده این است که چرا خداوند که خود مقدس و پاک است این مردان را که در نام او به راه افتاده بودند به خانه چنین فردی که فاحشه بوده است هدایت می کند؟ دیوارهای شهر اریها بسیار عریض بودند و بسیاری از مردم در خانه هایی که در بین این دیوارها جای داشتند زندگی می کردند. شاید راهاب نیز در یکی از این خانه ها زندگی می کرد. می توان تصور کرد که راهاب جز این که فاحشه بوده است از طریق جا و غذا دادن به مسافرینی که در شهر کسی را نمی و جایی برای ماندن نداشتند زندگی خود را می گذراند. بنابراین کاملا عادی بوده است که جاسوسانی که یوشع فرستاده است بدون اینکه چاره دیگری داشته باشند شب را در خانه راهاب می گذرانند. ساکنین کنعان رسوم و سنن خاصی داشتهاند و بسیاری از این سنت ها برخلاف اصول اخلاقی اسرائیلیان بودند. نباید فراموش کرد که راهاب قوانین خداوند را که از طریق موسی به اسرائیلیان گفته شده بود نمی شناخت. اما او به خداوند و قدرتمند بودن او و انتخاب قوم اسرائیل به عنوان قوم برگزیده یهوه اعتقاد داشت و همین اعتراف راهاب و همکاری با اسرائیلیان باعث نجات او و خانواده اش شد. این داستان نشان می دهد که آنچه خداوند کرده بود و معجزاتی که باعث نجات اسرائیلیان از چنگ فرعون و دشمنان دیگر شده بود در همه جا حتی در سرزمین کنعان نیز به گوش همگان رسیده بود راهاب این زنی که در اریها به عنوان زنی بدکاره زندگی می کند قلبی دارد که آماده دریافت کلام خداوند است و به همین خاطر هم خداوند آن دو جاسوس را به خانه او می رساند تا در آنجا مخفی شوند راهاب که کلام خداوند را نشنیده است از روی آنچه که مردم در مورد پیروزی قوم برگزیده خداوند بر علیه قبایل و شهرهای گناهالود می شنود به یهوه ایمان می آورد و نجات می آبد. در کتاب مقدس داستان زندگی زنان دیگری را نیز می خانیم که خداوند قلبهای آنها را لمس می کند تا زندگی جدیدی را شروع کنند. مانند رود از سرزمین معاب که همه آنجا بودپرست بودند و یا آن زنی که ایسای مسیح با او در کنار چاه یعقوب به صحبت می پردازد و یا مریم مجدلیه که همه آنها زندگی پرگناهی را داشتند، قلبهایشان لمس می شود و از آن پس زندگی جدیدی را شروع می کنند. امید که خداوند قلبهای انسانهای بسیاری را لمس کند تا آنها بتوانند زندگی جدیدی را در نام خداوند شروع کنند. امیدواریم این برنامه باعث تشویق و بنای زندگی شما عزیزان شده باشد. شما می توانید از طریق شماره واتساپ 2031-638-98-98-98 تکرار می کنم 2031-638-98-98-98 به همینطور ایمیل آدرس wrpersian@gmail.com با ما در تماس باشید. همچنین می توانید برنامه های رادیوی جهانی پارس را در وبسایت www.persianboardradio.com دنبال کنید. خوشحال می شویم نظرات، پیشنهادات و همینطور سوالات خودتون رو در مورد این برنامه با ما در میان بگذارید. thank you